حدود 300 موشک بالستیک از ایران به طرف اسرائیل شلیک شد، اما اینکه چه قدرش به هدف خورده را حال همراهش معزای دل در جریان میگذاریم و ثانیاً جواب دندان شکنی را که اسرائیل برای ایران و مردم ایران وعده داده است چه خواهد شد؟ عزیزان دل که در ایران تشریف دارین، مهاجرین افغانستانی، به نام یاد خدای مهربان عرض سلام احترام وقت بخیر و خسته نباشید دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوار هستم که همیشه خوب و صحتمند باشید و از بدی ها و گزند روزگار در امان خداوند بی‌نهایت مهربان قرار داشته باشید. عزیزان بسیار زیاد خوش آمدین در این برنامه و آنچه را که من خدمت شما عزیزا میگم خبری است که یقینا شما قبلا شنیدین. دیشب حدود 300 موشک بالستیک از طرف ایران به جانب اسرائیل حمله شد و شلیک شد و گفته میشه که بقیه ایشان با پدافند هوایی که داره رهگیری شده از بین رفت، اما حدود 90 تایی از موشک های بالستیک به جاهای مهم و به تاسیسات مهم اسرائیل اصابت کرده. یقینا که وقتی یک تا موشک بالستیک در یک جای اصابت بکنه خسارات خیلی زیاد هنگفت را به جای میمانه و یکی 90 تایش اصابت بکنه خب معلوم دار است که چی خواهد شد. اما آنچه مهم است جوابی است که نماینده اسرائیل در یک از خبرگزاری ها اعلان کرده و ایشان میگه که دیشب تل آویو یک حالت چندان خوشایند را نداشت و مردم اسرائیل در تمام شهرهایی که زندگی میکرد با رعب و وحشت زندگی کرد و برای اونا دستور داده شد که خود را در کمتر از 12 دقیقه باید به پناهگاه های امن برسانه، به خاطر که موشک های بالستیک پیش بینی شده بود که از ایران مسافت را تا اسرائیل در حدود کمتر از 12 دقیقه میپیمایه و خود را میرسانه و تمام مردم یعنی با تمام رعب و وحشت خود را تونستن که به پناهگاه امن برسانن. اینو نماینده اسرائیل میگه که ما یک جوابی که 10 برابر سخت تر از این باشه را به ایران تحمیل خواهیم کرد. یعنی میگه ما به خاطر که مردم ما در همچون وحشت زندگی کرد و یک شب را سپری کرد، این را دوباره به مردم ایران و به ایرانیان نشان خواهیم داد. متاسفانه همچون درگیری موجی بزی شده میتونه که آینده ای نچندان خوشایند داشته باشه و شما در جریان هستیم که قبل از این آقای پزشکیان هم چیزی در مورد اسرائیل گفته بود و جواب سختی به بنیامین نتانیاهو یا همو نخست وزیرشان و همچنان دوباره از طرف نخست وزیر اونا چیزی به پزشکیان گفته شده. یعنی اینها در با همدیگر در یک تقابل بسیار خطرناک قرار گرفتند. اما آنچه مهم است یکی سیاست های دولت را به هر صورت ما در موردش حرف نمیزنیم. اینا مربوط به کارشناس های امور سیاسی میشه. اونا هر وقت نظر خود را دادن شما باز میتونین که نظر از اونا را ببینین، بشنوین و بخوانین. اما آنچه مهمه مردم هم. یقینا از این سیاست ها بیشترین ضرر را به مردم وارد خواهد شد. برادرای عزیزی که در ایران تشریف داره، افغانستانی های عزیز در چندین مورد سوال کردن که چه خواهد شد. بین از زندل ما در این مورد بحث بکنیم. آنچه که ما از سیاست های ایران قبلا برداشت کردیم و میدانیم و پیش بینی میکنیم این است که یقینا با مهاجرین سختگیریشان کمتر خواهد شد، به خاطر که شما ببینین هر جنگ، چه جنگ‌های نیابتی باشه، چه جنگ‌هایی که در داخل خودی هر کشور باشه، نیاز هنگفتی به سرمایه داره. یعنی جنگ به معنی واقعی سرمایه بر است، سرمایه خیلی زیاد به کار داره و این سرمایه را دولت از کجا به دست میاره یا از کجا تأمین میکنه؟ یقینا که گزینه بسیار خوبش یا درصد بسیار بالایش از مردم است، از تجارینی که در داخل هر کشور تجارت داره و از مردمی که مالیات پرداخت میکنه. و زمانی که ای بیای در اگر چرخی اقتصادیش را ما و شما مورد بحث و بررسی قرار بدیم، چرخی اقتصادیش میچرخه 100% اگر نشوه از 40 الی 50% بالای مردم است، بالای سرمایه گذار هاست و پس دوباره میرسه به همین مالیات گیری در بالای مردم. البته در سیاست های قبلی و در سال های قبلی ما دیدیم که از مهاجرین
اشد استفاده صورت گرفت و امیدوار هستم که عزیزان ما مهاجران عزیز در این راستا و در این بار هوشیارتر شده باشه. یعنی خدماتی که بر اونا وعده داده شده بود صفر شد و هیچ صورت نگرفت. انشالله که این بار هر کس امو دفع و ضرر خود را بفهمن و بدانه که چه کار باید بکنه. خب عزیزان دل، زیاد در این مورد صحبت نمی کنیم. در مورد مهاجرین عزیز اخبار جدیدی که وجود دارد اخبار جدیدی نمیسته که متاسفانه برگه های سرشمارشان تمدید نشده، با وجودی که وعده و ایدهای بسیار زیاد داده شده بود بر اینها. در چندین استان هم و فقط کسانی که زیر 18 سال بوده برای اونا کارت هوشمند توزیع شده. پیامک که آمده تنها برای کسانی که زیر 18 سال هست شامله. کد یکتا تنها برای کسانی که قبلا کارت هوشمند داشته و مدارک داشته صادر شده. خیلی از عزیزان ما با وجودی که ما در خبررسانی ها کمتر میبینیم، اما در پیامک و در جیمیلی که برای ما فرستاده میشه بسیار زیاد مشاهده میکنم که خیلی از عزیزا تا به حال هم شکایت داره و میگه که برای ما پیامک نامده، اما وقتی در دفاتر کفالت مراجعه میکنیم متاسفانه همراه ما برخورد درست صورت نمیگیره و همچنان گفته شده که باید شما مدارک خود را تکمیل بکنید و مدارک وقتی به خاطر تکمیل کردنش میریم برای ما جواب درست داده نمیشن. انشالله که مشکلات حل شود و اگر خبر جدیدی در دسترس ما قرار گرفت یقیناً که با شما از دل در جریان خواهد گذاشتیم. بقیه وقتتان خوش، خدا نگهدار. شب گذشته حدود 200 موشک بالستیک و هایپرسونیک از ایران به سمت اسرائیل شلیک شد. این دومین حمله موشکی ایران به اسرائیل در سال جاری است. در 25 فروردین 1403 نیز ایران به تلافی حمله موشکی اسرائیل به ساختمان کنسولگریش در دمشق بیش از 300 موشک و پهباد به سمت اسرائیل شلیک کرده بود. هرچند هنوز به طور دقیق مشخص نیست حمله اخیر ایران چه حجم از خسارات را به اسرائیل وارد کرده است و واکنش طرف مقابل چه خواهد بود. نکات اولیه و عین حال مهم زیر در این باره قابل ذکر است. در حمله اخیر تعداد پرتابه های شلیک شده کمتر از دفعه قبل بود، ولی به شهادت ده‌ها فیلم منتشر شده و نیز گزارش رسانه های نزدیک به اسرائیل از جمله صدای آمریکا تعداد اصابت ها بیشتر از عملیات قبلی بود و اکثر موشک های ایرانی توانستند براحتی از سد گنبد آهنین بگذرند و به اهداف خود اصابت کنند.